باز هم بسیاری از هموطنان و همیاران به علت فشردگی تماس ها یا با انتظار طولانی ما را شرمنده کردند یا تماس های آنها در اثر اشکالات فنی قطع شد و ما را خجلت زده باقی گذاشت. همچنین انبوهی پیام های صوتی و پیام های مکتوب همیاری از هموطنان عزیز از شهرهای مختلف دریافت کردیم که فقط بخش اندکی از آنها به طور زنده در برنامه پخش شد. میخونم نامه مادر فاطمه از ایران. نوشتن بی‌نظیرترین و با شکوه ترین کهکشان گلریزان قیام بر همه قیام آفرینان، کانونهای شورشی و یاران شورشگر، بالاخص به شما نستوهان در چلچراغ سیمای آزادی خجسته و مبارک باد. به امید خدا این آخرین گلریزان در دیار قربت است. و اما سلامی از جان به جان جانان، ابر آزاد مرد دوران، شاخص رهبری بی بدیل انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران، فرماندهی کل ارتش آزادی بخش، خار چشم قاستین و ناکسین، آقای مسعود رجوی. و با هزاران درود و سلام به اسطوره بی همتای مقاومت و پرچمدار عزت و شرف و سرفرازی و پرچمدار عزت و شرف و سرفرازی، قلب تپنده عاشقان رهایی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی. اجازه بدهید سر تعظیم فرود بیاورم به کانون استراتژیک نبرد، گوهران تابناک سپهر انقلاب نوین خلق ایران در اشرف سه. اکنون جهان بعد از 4 دهه گواهی می‌دهد که پلیدترین و جنایتکارترین دشمنان بشریت، شریفترین و آگاهترین و متمدنترین مردم ایران زمین را به گروگان گرفته و کشور پهناور و تاریخی ایران را اشغال کرده و هر سو نسل را به نابودی و فساد کشانده. اکثر جامعه به زیر خط فقر و مرگ رسیده است. چه باید کرد؟ قریب 4 ماه است که جوانان وطن دست از جان شسته در مقابل این داعشیان بی وطن سینه سپر کردند. پس چرا دنیا خفقان گرفته و قدمی بر نمی دارد و هنوز هم دست از مغازله با این ابو داعش بر نمی دارند؟ و صد البته این مقاومت از ابتدا تا به امروز بر اصل کس نخارد استوار است. و آهای انقلابیون سر دیوار، شمایانی که برای انحراف انقلاب صف کشیدید و یک شبه اپوزیسیون شدید و در تلویزیون‌های معلوم الحال برای ما جست قیم آبانه گرفته و انگاری که مردم به شما بدهکارند، ای توف بر شرف نداشته تان که این چنین خون 10,000 رشیدترین جوانان وطن را به سخره گرفتید. وای بر شما یاران. ای عاشقان آزادی وطن، وقت به پا خواستن است، زمان سرافرازی هاست. اگر واقعا می‌خواهیم خودمان را گول نزنیم و ایران را آزاد نماییم، به یاری و همیاری مقاومت برخیزیم. تنها چاره راه همین مقاومت است و بس، بقیه فسانه است. نور چشمانم، فرزندان درداشنایم، بیش از 4 دهه است که خون و جگر خوردیم. در این دوران مژه ها خون پالا بود. اگر که تا به حال دق نکرده ایم، به عشق و امید شماها بود. آلام و قصه های ما پایانی ندارد جز با دیدار شما در وطن. چقدر سخت است برایم این کلام آخر. وضعیت مالی و معیشتی هم مانند بیشمار هموطنانم
از زیر خط فقر هم عبور کرده و خوردن نان و پنیر هم برای من غذای لاکچری شده. خدایا کمکم کن، حداقل پیش بچه‌هایم آبرویم حفظ شود. مگر می شود با دست خالی مادری به دیدار عزیزانش برود؟ لحظات سختی بر من مستولی شد که این کلام در ذهنم جرقه زد که برای سالک راه خدا ناممکنی وجود ندارد. به هر طریقی که شده باید حداقل با شاخ گلی نزد عزیزانم بروم، تا اینکه توانستم با عرض شرمندگی مبلغ 106 میلیون تومان ناقابل به منزله یک شاخ گل در این جشنواره که گلریزان قیام و انقلاب نوین است تقدیم شما نمایم. امیدوارم که پذیرا باشید. برای تک تک شما عزیزان سلامتی و پیروزی و سربلندی از خداوند آرزومندم. سلام علیکم به ما صبرتم. قربانتان مادر فاطمه تهران. به یمن این کارزار انگیزاننده در 27مین کهکشان همیاری مجموع کمک ها و تعهدات مالی به 277,428,240,000 تومان معادل 6,901,200 دلار با نرخ روز رسید. کمک های سخاوتمندانه و تعهدات بزرگوارانه هموطنان من به سیمای آزادی که آتش بی پایان خلق اسیرمان به آزادی و ارتش آزادی را بازتاب می کند، در حالی است که علاوه بر فقر فراگیر و بحران کمبود گاز در فصل سرما که رژیم بر عموم مردم ما تحمیل کرده است، پیامدهای جنگ اوکراین در اروپا اکثر هواداران در خارج از کشور به ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی را در شرایط اقتصادی و مالی سختی قرار داده است. با این همه بسیاری از هموطنان که اغلب چندین و چند ساعت و گاه به مدت چند روز به طور خستگی ناپذیر برای وصل ارتباط با سیمای آزادی پشت خط منتظر بودند، با بزرگواری مضاعف و مناعت آموزنده تأکید می کردند که از این همه انتظار وصل نیز خوشحال و شادمان هستند. خطاب به اون دست از دوستان بسیار زیادی که شاکی بودند که ساعتها روی خط بودند، بهشون بگم که زیاد سخت نگیرید، ما الان چند روز روی خطیم. یعنی از روز جمعه که همیاری شروع شده و الان که یک شنبه شب هست، اینجا منتظر بودیم که به هر حال اطلاع بگیریم که میتونیم وصل بشیم و بیایم روی خط. و خطاب به اون تازه به دوران رسیده هایی که شنیدیم که این روزا این طرف اون طرف دم از نداشتن محبوبیت پایگاه مردمی مجاهدین و مقاومت میزنن، بگم که همین سه روز برای پاسخی کوبنده برای شما کافیه. حالا بقیه مثال ها رو بعدها بهتون خواهیم گفت. با بی‌صبری منتظر بودیم که به شما و همه بقیه هموطنانمون وصل باشیم و بنا به سنت هر سال کمک های مالی خودمون رو به سیمای آزادی بدیم، چرا که سیمای آزادی صدای آزادی خواهی مردم ایرانه و برای تامین مالی خودش به مردم و آزادی خواهان تکیه داره. این استقلال یک نیروی مبارز و مقاومت و میدونیم که استقلال مالی استقلال سیاسی رو به همراه داره و به همین دلیل با افتخار سعی میکنیم کمک‌های ناقابل خودمون رو تقدیمتون کنیم. من واقعیتش چون خودم 3-4 ساعت الان پشت خط هستم، لحظه به لحظه هاش میدونم برای سیمای آزادی یک ریالی هستش که بتونه با مادی و معنوی این صدای شنوندگان رو به سیمای آزادی وصل بکنه. من از تو انتظار کشیدم سخفای صدام خیلی متنفرم، ولی اینجا 3 ساعت با عشق این سب این تحمل این انتظار رو تحمل کردم و دوست دارم بیشتر از این یاد بگیرم تو این
تو این کلاس ها، تو این دانشگاه ها واقعا چه چیزهایی را هم یاد میگیره. 27مین همیاری با سیمای آزادی، جلوه درخشانی از همبستگی ملی در گرماگرم انقلاب دموکراتیک و قیام سراسری مردم ایران بود. تماس ها و پیام ها و کمک های رسیده از نقاط مختلف ایران تا اقصا نقاط جهان گسترده بود و از داخل ایران تا ژاپن و فیلیپین و استرالیا و همچنین تا مصر و برزیل و کالیفرنیا، اشتیاق چند نسل از مردم ایران را از کودکان 10 ساله تا هموطنی 96 ساله به نمایش گذاشت. در برنامه‌های همیاری وجوه مختلف قیام سراسری مردم ایران و عوامل مؤثر در استمرار قیام، به خصوص نقش کانون‌های شورشی و ضرورت سازمان یافتگی مورد بحث همیاران قرار گرفت و یاران شورشگر با هوشیاری شگردهای رژیم و ترفندهای اطلاعات آخوندها را برای منحرف کردن قیام از مسیر سرنگونی به جانب حفظ نظام تشریح کردند. هموطنانمان در پیامها و تماسهایشان بر اهمیت و اصالت استقلال مالی و تأثیرات آن در وضعیت و سرنوشت جنبش مقاومت برای تحقق آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران تاکید کردند. در این شب ظلمانی و تاریک همواره ستارگانی بودند، ظلمت سوز و شب سوز، که با درخشش خودشون راه رو نشون دادند و ما رو به این صبح سپید رهنمون شدند. اکنون در پرتو این جانفشانی ها و خون ها خلقی به پا خواسته و حق خودش رو طلب میکنه و میهن خودش رو که اشغال شد تو این 43 سال میخواد پس بگیره. ولی متاسفانه مثل همه بزنگاه های تاریخ باز هم زاغ و زغن های سیاسی سر کله شون پیدا شده. روزگار غریبی است واقعا. دیو و دد، دیو صفتان و دیو خواهان باز هم مثل 100 سال گذشته میخوام پیشتازان این راه را، پیشتازان آزادی رو با شیطان سازی، با لجن پراکنی، با سانسور در مسلخ دیکتاتوری و وابستگی قربانی بکنن و بر سر سفره آماده شده از رنج و خون مردم بنشینند و خون پیشتازان رو با طلبکاری و پررویی بالا بکشند. سلاحشون تو این راه، بزرگترین سلاحشون بسیج رسانه ایست. رسانه هایی با پول های از دولت های فخیمه و دولت های استعماری و دولت هایی که اساساً آزادی، دموکراسی، جمهوری اصلاً به نفعشون تو منطقه نیست. اینجاست که به نقش سیمای آزادی ما پی میبریم. جدا از هر گونه محدودیت، نقش تاریخی و تعیین کننده‌ای که داره، نه به عنوان رسانه یک گروه و حتی نه به عنوان رسانه یک آلترناتیو سیاسی، بلکه به عنوان مرجع حقیقت و واقعیت انقلاب و قیام که در خیابان‌ها و ایران جاری است و به عنوان بانگی که آمال آرزوهای 120 ساله مردم را فریاد میکنه. پس با تمام وجود باید یاری و همیاری این صدا برای و این پرچم بشتابیم که همواره برافراشته بمونه تا حقیقت نهفته نشه. در این میون تمام رسانه‌های وابسته به دولت‌ها و یا محافل و منافع گوناگون استعماری به دنبال آلترناتیو مطلوب خودشون می‌گردن و با تمام قوا سعی در عدم پوشش دادن به مقاومت مردم ایران هستن و یا با تبلیغات سرسام‌آور پوشالیشون بر روی آلترناتیو‌های قلابی سرمایه‌گذاری می‌کنن. تنها
رسانه مستقلی که نبضش با انقلاب و مقاومت ایران میزنه و حرف مردم رو میزنه و از منافع اونها و انقلاب دفاع میکنه سیمای مقاومت است. لذا گریزان و همیاری ورای همه حرکت واجب مالی که داره، میشه گفت یه رژه و سفارایی و جنگ تمام عیار سیاسی در مقابل رژیم هست. اگر سیمان در واقع ما از تمامی این اخبار واقعی بدون سانسور ما به دور بودیم، نمیدونستیم واقعا در دنیای واقعی چه میگذره. الان 4 ماهی که این قیام ادامه داره و 100% با کمک آلترناتیف های قلابی و سرصداهای علکی و تک تک نفری این رو میخواستن ببلعن و به قول معروف به کام همون خامنه ای ببرن که زهر شد و نوش جانش توسط همونهایی که در کف خیابان هستن و هر روز این قیام رو شعله برتر نگه میدارن. و درود بر شماها که صدای اونها هستید و واقعا درود بر مجاهدین خلق ایران، اگر نبودن خدا میدونه چه بر سر ملت ایران و چه بر سر ملت منطقه و چه بر سر دنیا میومد به خاطر تروریست. و درود بر واقعا تک تک تمام کسانی که در این چند روز شرکت کردن، این هم گلریزانه هم یک رژه بسیار بسیار با ارزشیه که نظم و انضباط در واقع و تشکیلات و عشق این سازمان رو، عشق همه این کسانی رو که شرکت کردن، چه شورایی باشن، چه مجاهد باشن، چه آزادی خواه باشن رو به ملتشون نشون داد. و همین مسئله سره از ناسره که در این دوران مشخص شد و واقعا در این مدت 4 ماه ما دیدیم که اپوزیسیون واقعی در درون صحنه چه کسایی هست. همونی که هست که میگه آتش جواب آتش، همون دخترهایی هستن که میگن نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. رژه میرن در ایران و در بلوچستان و کردستان و همه جای ایران این رو فریاد میزنن. و برادرمون امیر با شعار نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری $200,000 رو تقدیم میکنن. قانونهای شورشی دنبال سرنگونی تام و تمام این نظام هستن. برادر، موضوع انقلاب رهبری اون هستش که مجاهدین در سال 64 با رهبری فرمریم و زنان حل کردن و امروز به خاطر شرایطی که در ایران به وجود اومده و حاصل همین زحمات مجاهدین هستش، اوضاع تغییر کرده، تعادل قوا تغییر کرده و موجی از رهبری‌های قلابی به وجود اومده. اهمیت همیاری فکر می‌کنم چیزی فراتر از این لا باشه، جایی که واقعا ما نشون میدیم که ایرانیان برای آزادی همه چیز دارن، از مقاومت سازمان یافته، رهبری ذی‌سلاح، کانون‌های شورشی و البته مردمی از سراسر جهان که همه چیزشون رو دارن به پای آزادی می‌ریزن و افتخار ماست که بتونیم، نمی‌تونم بگم مثلا کاری داریم می‌کنیم، ولی در برابر این سیل خروشان نیستیم و حداقل یک ارزن از باریو که مردم ما و مقاومت ما به دوش گرفته بتونیم کمک بکنیم. و فرض کنید که اگه این همیاری نبود، این سیمای مقاومت نبود، در این 4 ماه این رسانه های فارسی چه بر سر قیام می آوردن، چه بر سر کانون‌های شورشی می آوردن و البته هیچ چیزی با ارزشتر از کمک به سیمای آزادی نیست که چیزی به جز صدای مردم ایران نیست. و درود بهتون به خاطر تمام تلاش هاشون. و البته مهمترین مسئله، من اینم بگم، مسئله استقلال این مقاومت ما در بلژیک. اگه همه هموطنایی که اومدن میدونن که ما یک
پروسه مهمی داشتیم برای دادگاه اسدی و بعد همین زدوبند کثیف بین دولت بلژیک و رژیم ایران که میخواستن این دیپلمات تروریست رو در ببرن. ولی اگر این مقاومت به اندازه یک سانتیم وابسته بود به این دولت یا آن دولت، توان این رو نداشت که اینطور از اصول خودش دفاع بکنه. ما به چشم دیدیم که سر این مقاومت رو میخوان در همین اروپا ببرن و فکر میکنم به هر حال همه دوستان میگفتن که شرایط خیلی بدتر از قبل نیست و با حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک هم ما دیدیم که چقدر برحق هستیم. ولی من همیشه با خودم میگم اگر ما یک یورو یک سانتیم وابستگی داشتیم، این اتفاق غیر ممکن بود. این ایستادگی اشرف نشانها و مقاومت ایران در برابر این توطئه کثیف غیر ممکن بود و ما ایستادیم چون روی پای خودمون بودیم، چون پشتمون به خلقمون بود، چون پشتمون به مردممون گرم بود و میشنیدیم و میدیدیم که قیامی هست و قیامی شکل گرفت که همه چیز رو به هم زد. و البته درود به سازمان مجاهدین خلق ایران، درود به شورای ملی مقاومت ایران و صد البته هزاران درود به برادر مسعود و خواهر مریم که یک این چنین مقاومتی رو، این چنین کاخ سرفرازی رو برای همه ما ساختن که ما بتونیم شرف خودمون رو نفروشیم و بتونیم قدمی در راه مردم و آزادی کشورمون برداریم. همیاری 27مین همیاری سیمای آزادی مهم هستش چون مصادف با قیام هستش و ارتجاع و استعمار دشمنان آزادی مردم ایران، دشمنان تاریخی داخلی و بیرونی آزادی مردم ایران میخوان توی این مقطع قیام رو به انحراف بکشونن و در واقع شرایط عینی جامعه طوری هستش، اون تراکم تضاد بین خلق و حاکمیت طوری هستش که هیچ گونه راه بازگشتی برای خامنه ای نذاشته و یکی از موتورهای اصلی این قیام قانونهای شورشی و عنصر پیشتاز است. همیاران تلویزیون ملی ایران در تماس‌های خود سیمای آزادی را مأمن مورد اعتماد همه مبارزان راه آزادی، صدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران، صدای کانون‌های شورشی، صدای شهیدان خلق، صدای بر سر موضع‌ها، صدای آزادی و استقلال، صدای مردم تحت ستم و غارت شده و دانشگاهی برای اشاعه دموکراسی توصیف کردند و با علو طبع گفتند که نباید از ما تقدیر کرد، چرا که با همیاری به خودمان کمک میکنیم. با اینکه خیلی الان فکر کنم تقریبا نزدیک 3 ساعت هستش که من رو خط هستم، این بی‌نظیر این استقبالی که هموطنان از سیمای آزادی میکنن، من خودم به شخص وقتی به من میگن چرا به سیمای آزادی کمک میکنی، برای من مهم اینه که خب به هر حال همونجور که میدونین سیمای آزادی سیمای خودمونه، یعنی دارم به خودم کمک میکنم، یعنی از این جیبم دارم برمیدارم زرم توی یکی جیبم، در حقیقت داریم به مملکت خودمون، چون تنها راه رهایی ما از راه مجاهدین میره و من اینو نه به خاطر اینکه تعصبی داشته باشم یا اینکه فقط به عنوان یک هوادار مجاهد خلق یا عضو مقاومت که افتخار داشتم چند سالی که با این مقاومت آشنا شدم میگم، بلکه به خاطر این هستش که عملاً هر جوری که رفتم و دیدم و خوندم تنها راه همینه. هموطنان من در همیاری 27م از نقش خبرنگاران فداکار سیمای آزادی در شهرهای سراسر میهن به ویژه در دوران قیام و خیزش هایی که سراسر میهن را در بر گرفته قدردانی کردند.
پیام خانم مریم رجوی. تبریک به سیمای آزادی به خاطر برگزاری درخشان 27مین همیاری ملی در گرماگرم قیام و انقلاب، و درود به همه همیاران و هموطنانی که این حماسه را خلق کردند. این همیاری به راستی همیاری قیام بود و خیزشی ستایش‌انگیز و سرشار از آگاهی و آماده باش سیاسی و فهم عمیق از تمامی مسائل روز جامعه ایران و سیاست‌های بین‌المللی و موضع‌گیری‌های سری و شجاعانه تک تک آنها، آن هم بر روی امواجی از پرداخت‌های بی‌دریغ و از خودگذشتگی برای آزادی. روح شهیدان قیام شاد و چشم رژیم جلادان کور. بیچاره شب پرستان، بیچاره ستمگران در برابر این نیروی پرقدرت ایمان و آگاهی و صفوف فشرده چند نسل از فرزندان ایران و عزم جزمانان برای پایان دادن به هر گونه دیکتاتوری و وابستگی چه خواهند کرد؟ سلام بر زنان و جوانان و مردان و کودکان و پدران و مادرانی که از سواحل خزر تا کرانه های خلیج فارس یا هزاران کیلومتر دور از وطن به پا خواستند و این کارزار 4 روزه را رقم زدند. آنها صفحه تازه‌ای بین انقلاب دموکراتیک مردم ایران و دشمن فرتوت ضد بشری باز گشودند و نشان دادند که این انقلابی است تا پیروزی. با شکرگزاری در برابر خدا و خلق و تاریخ ایران، از دیدن صحنه‌های همیاری قیام از امید و افتخار سرشار شدم و به شورشگران و یاران و یاوران مسعود درود می‌فرستم. سلام بر شهیدان، زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.